پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران طی مراسمی رسمی آغاز به کار کرده در مراسمی در دفتر او با حضور مدیران دولت پیشین همزمان حساب های اینستاگرام و گوگل پلاس آقای احمدی نژاد هم در فضای اینترنت فعال شده این اقدام حدود یک سال قبل از انتخابات مجلس و در حالی صورت میگیرد که معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به خاطر فساد مالی به زندان محکوم شده جزئیات بیشتر از باران عباسی بازگشت محمود احمدی نژاد به منزلش در نارمک تابستان پارسال بعد از هشت سال ریاست جمهوری از زمان ترک قدرت حضور پررنگی در سیاست نداشته ولی چند هفته است که دوباره خبرساز شده دوازدهم بهمن خبری در راه است عکسی که هفته پیش در شبکه های اجتماعی منتشر شد همراه با شعر آب زنید راه را هینک نگار میرسد خبری که این عکس وعده ای آن را میداد افتتاح وبسایت رسمی محمود احمدی نژاد بود به همراه حسابهای اینستاگرام و گوگل پلاس رئیس جمهوری سابق وبسایت آقای احمدی نژاد به جز اخبار حاوی زندگی نامه خاطره و آرشیو سخنان اوست اما قسمتی که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت و بعدا از روی سایت حذف شد بخشی بود به نام احمدی نژاد بدون روتوش که به مهمترین جنجال‌های پیرامون رئیس جمهوری پیشین می‌پرداخت مانند بحث معاون اولیه اسفندیار رحیم مشایی نزدیکترین فرد به او و تأخیر در اجرای حکم رهبری برای ازلش. اما اولین تصویری که در آغاز راه اندازی در وبسایت به چشم میخورد این عکس خندان از رئیس جمهوری سابق بود با این پیام به زودی میاییم. حالا سوال این است که او برای چه امری میخواهد بیاید به خدا این دولت پاکترین دولتی که تاریخ کشور پاکترین نه اینکه یه معمولی پایین دست تخلفی نمیکنه ولی دولت رو معنون که مردم تو زنجان دولته دولت خیلی پاکه اصلا دولت محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد اما معمور پایین دستی نبود او از حمایت سرسختانه احمدی نژاد برخوردار بود و از اون نشانه درجه یک خدمت گرفته بود واقعا تحت فرزند این استان جناب آقای رحیمی هستیم واقعا از نیروهای شایسته کشور دلسوز کشور حالا شاید کسی نگفته باشه من اینجا بگم به شما ولیشون شبانه روز ندارد اما با محکوم شدن آقای رحیمی در پرونده فساد مالی محمود احمدی نژاد با انتشار بیانیه ای گفت جرایم آقای رحیمی به دولت های نهم و دهم ربطی ندارد نوشته ای که نامه سرگشاده آقای رحیمی را در پی داشت او در این نامه خطاب به آقای احمدی نژاد گفت که چوب لجبازی ها و آبروریزی های گاه و بیگاه او را خورده و از دوست قدیمیش به خاطر حمایت نکردن از او انتقاد کرد ما موزه ما سکوته اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بحانه های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری کابینه اش را خط قرمز خوانده بود حالا با بالا رفتن انتقادات علیه او در پی رسوایی مالی نزدیکانش بعضی افتتاح وبسایت رسمی را تلاش او برای ارائه روایت خود از مسائل دوران ریاست جمهوری میدانند از طرفی با نزدیک شدن انتخابات مجلس برخی دیگر معتقدند که احمدی نژاد در پی بازگشت به صحنه سیاسی است من میخوام دعوت کنم بیا تو ولی هنوز و شاید یک اسباب کشی دیگر باران عباسی بی بی سی